درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشسته اید. سیامک دهخانپور هستم. در پنج شنبه 24 بهمن ماه 13 فوریه نگاهی داریم به اوباما و اولاند، چالش ایران. US French alliance has never been stronger the levels of cooperation that we're seeing across a whole range of issues is much deeper than it was I think 5 years ago 10 years ago 20 years ago. بیش از 232 سال پس از پشتیبانی نیروی دریایی فرانسه از نیروهای جورج واشنگتن، نخستین رئیس جمهوری آمریکا در اوج جنگ‌های استقلال آمریکا در یورکتاون و حدود 70 سال پس از استقرار 160 هزار نیرو شامل نیروهای آمریکایی برای آزاد کردن فرانسه در میانه جنگ جهانی با آلمان در سواحل نورماندی، براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دیدار تاریخی فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه از ایالات متحده میگوید اتحاد آمریکا و فرانسه هرگز قوی تر از این نبوده است و سطح همکاری هایی که شاهد هستیم در طیف گسترده ای از مسائل بسیار عمیق تر از 5 سال پیش، 10 سال پیش و 20 سال پیش است. رهبران آمریکا و فرانسه که طی دیدارهای متعدد چند روز گذشته به تفصیل از رویکرد استراتژیک مشترک سیاست خارجی خود به ویژه در برابر سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و نقشش در حمایت از بشار اسد در سوریه صحبت کردند، این سفر تاریخی را با انتشار مقاله مشترکی همزمان با ورود اولاند به آمریکا در لوموند و واشنگتن پست آغاز کردند که پاراگراف نخست آن به مذاکرات هسته‌ای پیشرو با ایران در وین اختصاص دارد. دو رهبر در کنفرانس خبری مشترکشون در کاخ سفید به سفر اخیر هیئت تجاری فرانسوی به ایران که به دعوت دولت روحانی و در پی توافق ژنو انجام گرفت واکنش نشون دادن. در فیسبوک افق از شما پرسیدیم آیا دولت حسن روحانی میخواهد میان آمریکا و فرانسه اختلاف بیاندازد؟ در نظرسنجی فیسبوک افق که آماده باشم تو که میبینید اکثریت کاربران گزینه آری رو انتخاب کردن، اعتقاد دارن که سیاستی که دولت آقای روحانی دنبال میکنه اختلاف انداختن میانه یا شکاف میانه آمریکا و فرانسه بر سر ایران هست. میتونید کماکان به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به افق@voanews.com ایمیل بفرستید. اما نگاه بیاندازیم در هفت پرده به اوباما و اولاند، چالش ایران. پیر موسکوویسی، وزیر دارایی فرانسه: در صورت برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران، فرانسه فرصت‌های اقتصادی قابل توجهی در ایران خواهد داشت. نمایندگان بیش از 100 شرکت فرانسوی برای 3 روز به ایران سفر کردند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به همتای فرانسوی خود گفت سفر مدیران شرکت‌های فرانسوی به ایران مفید نیست و این برداشت نادرست را القا می‌کند که غرب می‌تواند به طور معمول با ایران داد و ستد کند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه وارد واشنگتن پایتخت آمریکا شد. دیدار باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده با همتای فرانسویش در اقامتگاه تاریخی توماس جفرسون سومین رئیس جمهوری آمریکا. باراک اوباما در کنفرانس خبری مشترک با فرانسوا اولاند: دولت آمریکا روی هر شرکتی که تحریم‌ها علیه ایران را نقض کند مثل یک کامیون آجر فرو خواهد ریخت. اتحاد فرانسه و آمریکا هیچگاه به اندازه امروز محکم نبوده است. Et c'est ce que la France a fait avec le soutien des États-Unis au Mali pour lutter contre le terrorisme. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه: آمریکا و فرانسه به صورت بی‌نظیری به هم اعتماد دارند.
رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه روسیه را سرزنش کردند که تهدید کرده قطعنامه‌ای را وتو خواهد کرد که در صورت تصویب در شورای امنیت بشار اسد را ملزم به ایجاد مسیری برای ارسال کمک‌های انسانی به جنگ زدگان سوری می‌کند. برنامه فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه برای سفر به سیلیکون ولی در ایالت کالیفرنیای آمریکا برای ملاقات با مدیران شرکت‌های آمریکایی. خب مهمان های امشب با آقای دکتر جلال ایجادی استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس و عضو حزب سبز در فرانسه از پاریس به پایتخت فرانسه به ما میپیوندند. آقای دکتر فریدون خاوند استاد اقتصاد مرکز مطالعات دیپلماتیک و استراتژیک دانشگاه رون دکارت ایشون هم از پاریس با ما هستند و آقای آرش آرامش دکتر آرش آرامش تحلیلگر امنیت ملی در دانشکده حقوق دانشگاه استنفورد که از کالیفرنیا با ما هستند. به هر سه شما درود میگیم، به افق خوش آمدید. آقای خاوند، این سفر به لحاظ تاریخی چه ویژگی هایی رو از رابطه دو کشور برجسته کرد؟ آقای دکتر خاوند، با چه هدفی این زمینه تاریخی چون این برجسته شد؟ چندین مسئله مطرحه در جریان این سفر. در درجه اول اینکه آقای اولاند در فرانسه در موقعیت نسبتاً شکننده‌ای هست در صحنه سیاست داخلی فرانسه و مایل هست که این شکنندگیش رو تا اندازه‌ای جبران بکنه از طریق نزدیکی به ایالات متحده آمریکا و برخورداری از پشتیبانی باراک اوباما، و در این زمینه تا اندازه زیادی هم موفق شده چون توانسته به خودش به عنوان شخصیتی جهانی از نظر فرانسوی ها اعتبار بده. مسئله دیگه ای که مطرحه اینه که در خود فرانسه جریان هایی هست که در واقع حزب سوسیالیست فرانسه به یک حزب عادی سوسیالیستی، یعنی یک حزب سوسیال دموکرات تبدیل میشه به تدریج. پیش از این یک حزب سوسیالیستی بود که به مقدار زیادی از احزاب سوسیالیست فرانسه مثل حزب سوسیالیست حزب کارگر بریتانیا یا حزب سوسیال دموکرات آلمان جدا بود. رسما و علنا آقای اولاند اعلام کرده که از این به بعد حزبش و خودش سوسیال دموکرات هستند و این هم زمینه دیگه‌ای هست برای نزدیکیش به حزب دموکرات آمریکا و شخص باراک اوباما که نظریاتش تا اندازه زیادی به سوسیال دموکرات‌های اروپایی نزدیکه. از طرف دیگه این رو هم باید ذکر کرد که فرانسه به تدریج به یک متحد ایالات متحده آمریکا در عرصه مبارزه با تروریسم بدل میشه، به خصوص حضور ارتش آمریکا، ارتش فرانسه، جنگ ارتش فرانسه در مالی با القاعده که به موفقیت هم رسید، جنگ کنونی، حضور فعلی فرانسه در جمهوری آفریقای مرکزی که البته با مشکلات زیادی همراه هست، حضور فرانسه در کنار آمریکا در مورد مسئله سوریه، و مجموعه این عوامل نشون میده که فرانسوی ها تا اندازه زیادی برخلاف گذشته به موضع ایالات متحده آمریکا نزدیک شدن. مشکلاتی که پیش از این مثلا در دوره ژنرال دوگل و جانشینان گلیستش بود در حال حاضر در روابط فرانسه وجود نداره، که البته این فرایند از دوران آقای سرکوزی آغاز شد و به نظر میرسه که آقای اولاند به تدریج در همون مسیر پیش میره. بسیار خب، حتما بیشتر صحبت خواهیم کرد که به شکل دو کشور در گروه 8، گروه 20 و مجموعه تعاملات اقتصادی که با هم دارن در واقع سرنوشت آمریکا و فرانسه رو به چه سمتی هدایت میکنه. آقای آرامش، فرانسه به لحاظ تاریخی برای آمریکا چه معنایی داره؟ چرا این سفر رو
از مانتیچلو از جایی آغاز کردن که تاماس جفرسون اونجا به گفته رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور فرانسه و بسیاری دیگر نطفه بسیاری از تحولات سیاسی اونجا در آمریکا شکل گرفت. کسی که سفیر آمریکا در فرانسه بود در اوج انقلاب فرانسه. بله، البته اگر امروز از مردم آمریکا در مورد فرانسه بپرسید، با اینکه روابط داره بهتر میشه، اما متاسفانه نگاه تاریخی مثبتی به فرانسه ندارن. اما آنچه که در تاریخ اتفاق افتاد، حکومت فرانسه هم قبل از انقلاب کبیر فرانسه و هم بعد به انقلابیون امریکا و بعد به دولت تازه تأسیس امریکا کمک بسیار کرد. اتفاقا جمله همون معروفی است از تاماس جفرسون، موقعی که سفیر فرانسه آمد به امریکا و از امریکا کمک خواست بعد از اینکه امریکا استقلال پیدا کرده بود و بعد از اینکه فرانسه هم انقلاب کرده بود و شاه و مستبد خودش رو از تخت پایین کشیده بود، امریکا اعلام بی‌طرفی کرد. ولی جفرسون از کابینه پرزیدنت واشنگتن آمد بیرون و گفتش که من حاضرم دست کمک رو به هر دوستی بدم تا اینکه جزیره انگلستان رو در آب جزیره بریتانیا رو در آب غرق کنه. و کلا رابطه تاریخی امریکا و فرانسه به روزهای حتی قبل از تأسیس این جمهوری و روزهای جنگ انقلاب خواهد رفت. رابطه عمیقی است، اما خب بالاخره آنچه که یعنی رابطه طولانی است، اما آنچه که الان اتفاق میفته این استش که این دو طرف به خاطر منافع مشترکی که دارن، به خصوص منافع مشترکی دارن در مقابله با تروریسم و بنیادگرایی اسلامی و از اون طرف منافع تجاری مشترکی در مناطق مختلف دنیا دارن و منفعت سوم این هستش که جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح‌های هسته‌ای، اینها رو به هم نزدیکتر آورده. آنچه هم که مهم است، یک دلیل دیگه هم که اینها به هم نزدیکتر شدن، خب بالاخره شخصیت‌هایی هستن که الان در کاخ الیزه و در کاخ سفید هستن. شاید سیاست‌های آقای سرکوزی زمینه‌گر خیلی بیشتر از این بود که جمهوری فرانسه و ایالات متحده به هم نزدیک بشن، اما خب بالاخره اختلافات شخصی بود بین آقای اوباما و آقای سرکوزی. با این وجود که آقای اولاند خب چپگرا هستن، درسته ایشون سوسیال دموکرات هستن و سوسیالیست نیستن، سوسیال دموکرات هستن، حرف درست نیست، اما بالاخره شخصیت ایشون با شخصیت آقای اوباما هم سازگاری بیشتری دارد و این دو نفر با هم دیگه تونستن کار بکنن. آقای آرامشی، نکته ای که در صحبت آقای اولاند بود در اون دیداری که در منزل تاماس جفرسون داشتن، آقای اولاند میگه که تاماس جفرسون خب همون تو فاصله سال 1785 تا 1789 که سفیر آمریکا در فرانسه بود، میگه ایشون آگوست 1789 فرانسه رو ترک میکنه و میگه اتفاقات 14 ژوئیه رو دیده بود. به گفته ایشون صراحتا انقدر تحولات رو دیده بود، انقدر کافی بود برای او که تصمیم بگیره برگرده و از این تجربه در آمریکا استفاده بکنه. اشاره کردید که افکار عمومی امروز در آمریکا یا حداقل در سالهای گذشته، حتی بحث فریدم فرایز به عنوان مثلا حتی یه طنزی مطرح شده به جای فرنچ فرایز، سیب زمینی که در واقع در مکدونالد اینجور جا مصرف میشه و خورده میشه، ولی اساساً آیا در افکار عمومی آمریکا در بخش حتی روشنفکری این گونه هست که تحولات سیاسی در آمریکا رو در جریان استقلال آمریکا، خواستگاهش رو انقلاب فرانسه ببینن؟ تا یه بخشی رو انقلاب فرانسه میبینن و های بخشی رو حتی انقلاب فرانسه رو بعضی ها میتونن این بحث رو بکنن که احتمال انقلاب فرانسه متأثر از انقلاب 1776 آمریکا بوده و بالعکس. البته خب انقلاب امریکا بالاخره اون فلاسفه‌ای که بسیار ازشون متأثر بودن جان لاک بود و دیوید هوم، ولی خب بالاخره از فلاسفه و انقلابیون فرانسه هم این رهبران متأثر بودن. اما آقای جفرسون موقعی که برمیگرده به آمریکا و خواستار یک سری از تبیین‌های انقلابی به سبک فرانسوی هست، با برخورد کاملا مثبت مناسبی هم برخورد نمی‌کنه. در خود آمریکا که آقای جفرسون برگشت و به دوباره برگشت به سر کابینه آقای واشنگتن، ایشون مخالفان بسیار سرسخت داشت، الکساندر همیلتون و حتی خود آقای واشنگتن. و از اون جهت موقعی که آقای جفرسون یک تعبیر بسیار کشاورزی هم داشت از انقلاب فرانسه و میگفت این رو به یک تعبیرات خاص میگفت پزنس ریبلیون، یک حالت و کاملا هم تعبیر درستی نبود، ولی خب چون خود آقای جفرسون اون موقع میخواست از ایالت ورجینیا بود و اون موقع میخواست که منافع کشاورزان و غیر منافع غیر صنعتی، غیر شهری و غیر مدنی برآورده بشه، یک سری همچین
تبیینایی از انقلاب فرانسه داشت. این رو هم در نظر داشته باشید که آمریکا به خصوص در روزهای اول استقلالش و حتی قبل از استقلالش از مهمترین دیپلمات‌ها و سیاستمدارهاش میفرستاد به فرانسه برای سفارت. اولین دیپلماتی که رفت در آمریکا در فرانسه و سفیر شد بنجامین فرانکلین بود، همون آقایی که روی پرزیدنت هیچ وقت نبوده ولی روی 100 دلاری آمریکا هست. و حتی پرزیدنت دوم آمریکا جان ادمز ایشون میره در فرانسه و مدت‌ها اونجا وقت صرف می‌کنه که بتونه مشارکت لویی و نیروی دریایی رو برای انقلاب آمریکا عزمش رو جذب بکنه. و بعد از اینکه سقوط کرد حکومت پادشاهی فرانسه، بالاخره تاماس جفرسون و هم اونجا بود، همین که در مقام سفارت بود و موقعی که برگشت، بالاخره این سلسله سفرای آمریکا به فرانسه همه از سیاستمدارای خیلی بالارتبه بودن. جالب اینجاست که سالهای سال بعد موقعی که یک وایس پرزیدنت یا آقای ارن بر آقای همیلتون رو در یک دوئل به صورت حالا تصادفی شلیک میکنه و ایشون چند روز بعد میمیره، ایشون هم میره در فرانسه پناهنده میشه. بله، بسیار خوب. اتفاقات جالبی است به شکل در رابطه با تاریخ دو کشورهای ایجادی. حتی صحبتایی هم که در همین چند روز گذشته مطرح شد این بود که آقای اولاند یادآوری کرد که تاماس جفرسون بود که ایالت لوئیزیانا رو که اون موقع در واقع اصطلاح ملک یا مستعمره فرانسه بود از ناپلئون خرید، و آقای اوباما گفتش که اتفاقا معامله خیلی سودمندی هم بود و آقای اولاند گفت فرانسه برشک حرفی در این ارتباط نداره. چقدر این سفر به نظر شما برای شخص فرانسوا اولاند دستاورد داشت در این چند روز گذشته در فرانسه؟ احزاب مخالف، فضای سیاسی، رسانه‌ها چگونه بهش واکنش نشون دادن و اهمیت این سفر رو شما چطور تحلیل میکنید؟ در ارتباط با این سفر اغلب احزاب سیاسی در فرانسه توافق خودشون نشون دادن و برای اونها در واقع رضایت بخش بوده. ما از نظر دور نداریم که در آمریکا حدود 2800 در واقع شرکت فرانسوی مستقر هستش. در آمریکا حدوداً 36,000 دانشجوی فرانسوی در آمریکا و همچنین 37,000 دانشجوی آمریکایی در فرانسه هستند و بنابراین در ارتباط با مناسبات اقتصادی یک رابطه بسیار فعال بوده و فرانسه در واقع در ردیف هفتم در همکاری‌های سرمایه‌ای با آمریکا قرار داره و بنابراین در ارتباط با مناسبات گذشته‌ای که بوده، مناسبات سیاسی، فرهنگی و تاریخی که بین این دو ملت وجود داشته و همچنین در دوران بعد، یعنی در زمان جنگ جهانی دوم، با توجه به نقشی که آمریکا در ارتباط با آزادی در واقع کشورهای اروپایی و از جمله فرانسه داشت، پیوسته در ذهنیت فرانسوی یک به اصطلاح بسیار شرایط و حالت مطبوعی باقی گذاشته. ولی از نظر دور نباید داشته باشیم، به هر حال تنش‌های در درون این مناسبات قرار گرفت، به خصوص اگه به دوران اخیر ما توجه بکنیم از سال 2003 با توجه به اختلافاتی که روی مسئله جنگ ایران و در واقع جنگ آمریکا و عراق درگیر شد و مخالفت دولت فرانسه با سیاست آمریکا، ولی پس از اون در ارتباط با مسائل مربوط به ساحل عاج، مسائل مربوط به لبنان، مناسبات به سمت بهبود حرکت کرد و به خصوص من فکر می‌کنم که از زمانی که از حدود 4 سال پیش با توجه به تصمیم آقای سارکوزی که مجدداً دولت فرانسه قبول کرد که فرانسه در چارچوب فرماندهی مشترک ناتو قرار بگیره و به این ترتیب یک شرایط جدیدی در مناسبات دو کشور به وجود آمد. ولی به هر حال آنچه که برای دولت فرانسه مهم هستش اینه که در لحظه کنونی یک باید توجه بکنه که وضعیت اقتصادی چندان مناسبی نداره و احتیاج داره که افراد فرانسوی که در آمریکا هستن رو ازشون بخواد که در این زمینه نقش ایفا بکنن. دو، تمایل داره و حتما این امید رو داره و همچنین که در حین این مسافرت ما دیدیم که مجدداً تاییدی بشه از جانب دولت آمریکا نسبت به لیدرشیپی و رهبریت در واقع فرانسه در بخشی از مناطق جهان، به خاطر اینکه به خصوص آمریکایی‌ها در واقع تمایلشون عدم مداخله نظامی هستش، حالان که تمایل فرانسه بیشتر جنبه‌های نظامی رو در واقع و حضور سیاسی رو تعقیب کرده. و نکته
بعدی دیگه هم که مورد توجه این فرانسوی قرار داشت در ارتباط با مسئله به اصطلاح اطلاعات سری که نسبت به همچنین سیستم دستگاه‌های دولتی در فرانسه و سیاسی در فرانسه بود که ابراز در واقع مخالفت کنه. و بالاخره نکته چهارمی هم باید اضافه کرد و اینکه دولت آمریکا هم در این زمینه می‌خواست در واقع رفع کدورت بکنه. یادمون باشه که در زمین‌های بین دولت آمریکا و دولت فرانسه اختلاف نظر مهم بود، مثلا در ارتباط با مداخله در سوریه که در این زمینه دولت فرانسه خواهان مداخله سریع و نظامی در سوریه بود، حالان که این در دستور دولت آمریکا قرار نداشت. یک و دو، حتی در ارتباط با مسائل مربوط به ایران و پرونده اتمی ایران هم تمایل در واقع فرانسه ایجاد فشار گسترده‌تر نسبت به دولت ایران بود، حالان که مذاکراتی که از ماها پیش در واقع بین ایران و آمریکا صورت گرفته بود، آنچه که در دستور کار آمریکا قرار داشت در واقع کاهش بحران و کاهش فشار روی ایران بود. بنابراین دو طرف، یعنی هم آمریکایی ها هم فرانسوی ها، به یک در واقع اوکازیون، یک فرصتی بود که بتونن مسائل خودشون رو مجددا بازدیگری بکنن و به خصوص برای حرکت های بعدی، مسائل اقتصادی، مسائل امنیتی و مسائل لیدرشپی فرانسه و همچنین در ارتباط با ایران، مسائل رو به شکل دقیق‌تر مورد بررسی و به اصطلاح تحلیل قرار بدن. آقای اجادی خیلی کوتاه بفرمایید، به شکل نظرسنجی که هست الان محبوبیت آقای اولاند رو در فرانسه در پایین‌ترین حد نشون میده. من فکر می‌کنم یکی از نظرسنجی که دیدم مواخر 26% همچین چیزی، یا شاید هم کمتر از این بود. چقدر فکر می‌کنید این سفر می‌تونه این محبوبیت رو افزایش بده و چقدر باعث شد که مسائل شخصی و خانوادگی که ایشون داشت به حاشیه بره؟ خیلی کوتاه بفرمایید. جامعه فرانسه خیلی حساس بوده و هست نسبت به وضعیت ریاست جمهوری و به خصوص ماجراهای شخصی که برایشون اتفاق افتاد، ولی آنچه که برای جامعه فرانسه در لحظه کنونی مطرح هستش، استراب و نگرانیش نسبت به مسائل مربوط به بیکاری در اینجا هستش که این در ذهنیت فرانسوی بسیار بسیار تاثیر داره و همچنین پرستیژ فرانسه در سطح جهان. امروز در ذهنیت بخشی از جامعه فرانسه این مسئله هستش که ظاهرا فرانسه داره موقعیت گذشته خودشو به نحوی از دست میده و بنابراین یک مسئله بسیار حساسی است برای دولت‌ها که بتونن در واقع این پرستیژ فرانسه رو باز مجدداً بازسازی بکنن. ولی در لحظه کنونی به لحاظ هم شرایط بد اقتصادی که وجود داره و هم در ارتباط ماجرایی که در ارتباط با آقای هلند اتفاق افتاد، امروز محبوبیت آقای هلند بسیار پایین هست و انتظار این هستش که چه بسا با تحولات اقتصادی از نیمه سال دیگه بتونن شرایط رو تا یه حدودی به شکل مثبت به جلو ببرند. آقای خاوند، دو تا نکته مهم هست که بحث روابط طبیعت روابط اقتصادی آمریکا و فرانسه است. اگه میخوام خیلی کوتاه بهش اشاره بکنیم به جهت اهمیتی که داره و همکاری هایی که دو کشور داشتن، این گزارشی که کاخ سفید منتشر کرده عنوان میکنه که ارزش سرمایه گذاری که فرانسه در آمریکا کرده 222 میلیارد دلار هست در پایان سال 2012 و این 525 هزار شغل در آمریکا ایجاد کرده که متوسط درآمد اینها 80 هزار دلار هست در سال. و در مقابل آمریکا سرمایه گذاری که تا پایان سال 2012 کرده 83 میلیارد دلار هست، یعنی مقایسه بین 222 میلیارد و 83 میلیارد هست و کاری هم که در آمریکا ایجاد شده 444 هزار شغل هست. در این حال در مورد صادرات و واردات هم کالاهای آمریکایی که به فرانسه صادر شده در سال 2013 32 میلیارد دلار ارزش داشته، ولی واردات از فرانسه 45 میلیارد دلار و حتی گفتن 25% از تجارت دو جانبه و متقابل آمریکا و فرانسه به حوزه صنایع هوایی بیشتر اختصاص داره. بحث‌های زیادی رو در طول این سال‌ها شنیدیم، رقابت‌هایی که بین بوئینگ و ایرباس هست. آیا آمریکا و فرانسه شریک تجاری هن یا رقیب تجاری به نظر شما؟
هر دو در واقع در بین کشورهای بزرگی مثل ایالات متحده آمریکا و فرانسه هم میشه از این رقابت شدید در چارچوب جهانی شدن صحبت کرد و هم به هر حال اینها در کنار هم قرار دارن برای حل یک سلسله از مسائل مهم مربوط به بازرگانی جهانی. در حال حاضر نگاه ها حتی شاید بیش از اون چیزی که آمریکایی‌ها انتظار داشته باشند به طرف آمریکا دوخته شده و فکر می‌کنم که رشد اقتصادی در آمریکا بسیار بسیار زیاده. البته رشد اقتصادی در آمریکا هست، ولی شاید احساس فرانسوی‌ها و بقیه اروپایی‌ها این هست که این رشد بیش از اون چیزی است که در واقعیت وجود داره. به هر حال در حال حاضر نگاه فرانسوی ها به طرف آمریکایی ها دوخته شده و پرسش بزرگی که در فرانسه مطرح هست اینه که چگونه است که ایالات متحده آمریکا می تواند بعد از بحران در فاصله کوتاهی از سر جای خودش بلند بشه، دوباره مثلا در مورد نرخ بیکاری در آمریکا اون رو از 10% به حدود 6.5% برسونه. صنایع آمریکا در حال حاضر در وضعیت نسبتا مساعدی هست، به خصوص کشف منابع گاز و نفت نامتعارف و بهره برداری از این منابع در ایالات متحده آمریکا که کمک زیادی کرده به صنعت آمریکا و کمک زیادی کرده به بازرگانی ایالات متحده آمریکا. از طرف محافل اقتصادی فرانسه از نزدیک پیگیری میشه و همونطور که میدونین در فرانسه به هیچ وجه خود آقای اولاند گفته تا وقتی که من رئیس جمهور باشم اجازه بهره برداری از منابع گاز و نفت نامتعارف غیر متعارف داده نخواهد شد. در مجموع برای فرانسوی ها در حال حاضر آمریکا بیش از همیشه یک نوع سمبل، نمونه بلند شدن از سر جای خودش هست بعد از بحران و به همین علت هست که اینها به فکر این هستند که تحولاتی رو به وجود بیارند در درون فرانسه برای اینکه این کشور از یک حالت ساختارهای شبه سوسیالیستی که مدت‌های زیادی به شکل گسترده میشه گفت حتی بعد از جنگ جهانی دوم گرفتارش بوده فرانسه، از این ساختارها بیرون بیاد و نزدیک بشه به ساختارهای کشورهای آنگلوساکسون و حتی به رفرم‌هایی که طی چند سال گذشته در آلمان هم اتفاق افتاد به اون رفرم‌ها هم نزدیک بشه. اوضاع اقتصادی فرانسه به هیچ وجه مناسب نیست در حال حاضر، ولی بحث‌های شدیدی هست در این کشور برای اینکه بتوانند و بخواهند خودشون رو در حد کشورهای بزرگ پیشرفته از نظر اصلاحات رها بکنن. یک نکته دیگه هم که در روابط فرانسه و ایالات متحده آمریکا در حال حاضر مطرح است به خصوص از نظر بازرگانی، فرانسوی ها درست یا غلط این بحث دیگه است میشه بعداً بهش پرداخت، معتقدند که دلار در مقابل یورو ضعیف هست و این ضعیف بودن دلار در مقابل یورو کمک کرده به ایالات متحده آمریکا که صادراتش رو به اروپا افزایش بده و در عوض صادرات فرانسه به ایالات متحده آمریکا آنگونه که باید و شاید رشد نکرده. شاید به همین علت باشه که در حال حاضر ما بیش از همیشه اتومبیل‌های آمریکایی رو در خیابان‌های پاریس می‌بینیم. این نشانه‌ای هست از زایش به اصطلاح بخش اتومبیل‌سازی و خودروسازی آمریکا که در همین گذشته یه نچندان دور میگفتند که آیا همیشه از میان رفته. آیا آرامش، آیا اولاند دیروز آمد به همین نزدیکی شما در سان فرانسیسکو و با مدیران برشک بزرگ تجاری اونجا در اون جلسه ملاقات کرد، اصطلاحاً کلید شهر رو به او هدیه دادن، آقای اریک شمیت گوگل و بسیاری مدیران فیسبوک اونجا بودن. قبل از اینکه بخوایم وارد حوزه سیاست خارجی بشیم کوتاه اشاره بکنید که فرانسه به دنبال چه هست در این حوزه، آیا به دنبال سرمایه‌گذاری بیشتر هستن یا فناوری رو میخوان به داخل فرانسه ببرن؟ نظر شما هدف سفر آقای اولاند به کالیفرنیا و به ویژه ملاقات با این افراد در شبکه مدیران بزرگ شبکه‌های اینترنتی و شبکه‌های مجازی چه هست؟ خب این منطقه جغرافیایی که در این منطقه ما داریم به اسم همین دره سیلیکون یا سیلیکون ولی
بالاخره یک منطقه است واقعا نادر، نه تنها در آمریکا بلکه در دنیا، و هم فرماندارهای مختلف از ایالات مختلف میان اینجا و با سران و با رؤسا و به قول معروف رهبرهای مختلف کمپانی‌های تجاری و کمپانی‌های انفورمیشن اطلاعات و تکنولوژی صحبت میکنن و هم سران کشورهای دیگه. بالاخره اگر 40 سال پیش 50 سال پیش شهر دیترویت، همونطور که دوست عزیز اشاره کردن، کارخونه های ماشین سازی آمریکا، فورد و کرایسلر و جنرال موتورز خیلی مهم بودن، اگر 40, 50 یا 60 سال پیش سران خارجی می آمدن بالاخره یک سری به ایالت پنسیلوانیا، به شهرهای مثل پیتسبرگ می زدن یا می رفتن طرف اوهایو، به سنسناتی می رفتن چون اونجا کارخانه های فولادسازی و آهن آمریکا بود. الان آنچه که الان مهم هست و در آینده نزدیک و آینده نه چندان نزدیک مهم خواهد بود، این انقلاب انفورمیشن و انقلاب تکنولوژی و انقلاب اطلاعاتی است و مرکزش هم همینجاست در دره سیلیکون، در همین سیلیکون ولی، منطقه سان فرانسیسکو و سان هوزه، و به خاطر همین میان و دوست دارن که بالاخره اگر میتونن این کمپانیا دفاتری در کشورشون بزنن یا یه مقداری از کارهای تحقیق و توسعه رو آنجا انجام بدن، بالاخره خب هم برای آنها درآمد ایجاد خواهد کرد، هم شغل و هم تبادل اطلاعاتی و تبادل تکنولوژی خواهد بود. این یک. دوم، سال دوم توی خاطرم نیست، آیدم رفاهی بخوام. بس این بود که آیا برشک فرانسه دنبال این هست که سرمایه گذاری بیشتری بکنه در آمریکا یا به دنبال هم سرمایه گذاری بیشتری بکنه در آمریکا در زمینه تکنولوژی و همین که کمپانی‌های تکنولوژی برن اونجا سرمایه گذاری بکنن. الان سالهای سالی که مثلا کمپانی اینتل، کمپانی که این چپ های کامپیوتر رو میسازه، از بزرگترین مراکزش در جمهوری ایرلند داره و به خاطر اینکه جمهوری ایرلند یکی از پایین ترین نرخ های مالیات شرکت ها رو دارد، البته و کشورهای مختلف حاضرن چیزهای مختلف رو پیشنهاد بدن برای آوردن پایین تر مالیات یا سطح بالای زندگی برای اینکه شرکت های آمریکایی به خصوص این غول های تکنولوژی برن در فرانسه. همونطور هم که میدونید بالاخره کمپانی اپل الان داره خیلی از مراکز و تولیداتش رو که در چین بوده سالهای سال از چین برمیگردونه به آمریکا دیگه، چون براش مقرونه به صرفه نیست و این مقداری مشکل تولید و کیفیت پیدا کردن اونجا. و بالاخره خب کشوری مثل فرانسه بعید میدونم به اون مرکز توسعه صنعتی و تولید صنعتی بشه به خاطر اینکه قیمت و ارزش کارگر خیلی بالاست اونجا. اما این تبادل اطلاعات و تبادل تکنولوژی و ایجاد یک محیطی که بشه در اون سرمایه‌گذاری کرد برای تبادل اطلاعات و تکنولوژی خیلی قابل انجام هست و بالاخره فرانسه هم از کشورهای بسیار پیشرفته دنیاست. ولی این ویژگی خاص سیلیکون ولی در سیلیکون نه تنها سران خارجی بلکه خیلی از سرمایه‌گذارهای داخلی و منطقه‌ای رو هم به اینجا میاره. آقای آرامش خیلی کوتاه بفرمایید، در اون کنفرانس خبری یک سوال جالبی از آقای اوباما کردن در مورد اینکه اهمیت ارتباط با فرانسه، جایگاه فرانسه رو در روابط آمریکا و تاریخ آمریکا خب بسیار برجسته کردن و پرسیدن که آیا واقعا این گونه است که فرانسه جای بریتانیا رو، انگلیس رو در این حوزه ارتباط دو جانبه داره میگیره. آقای اوباما گفتش که من همونقدر که دخترم و دوست دارم همش اختلافی بین فرانسه و بریتانیا احتمالاً قائل نیستم، ولی اساساً این گونه هست میشه و تصور کرد که آمریکا الان به لحاظ سطح روابط با فرانسه در سطحی است که فراتر از بریتانیا است یا بیشتر مبالغه است. اصلا موقعی هم که شما مهمون دعوت میکنید و جلوی مهمونتون دارین جواب میدید، نمیگید که من خب مثلا مهمونی که پریشب آمده بود خیلی بیشتر از شما دوست دارم. خب این حالت ادب و ادب دیپلماتیک بود، ولی با اینکه حتی در سال 1812 انگلیس ها آمریکا رو دوباره اشغال کردن و کاخ سفید رو هم سوزوندن، ولی خب بالاخره میدونیم از لحاظ تاریخی بعد از اون رابطه آمریکا و انگلیس به یک رابطه تقریبا بدون بدیلی و بدون کامل رابطه بسیار نادری تبدیل شد. خب انگلیس و آمریکا و فرانسه بالاخره سالهای سال رابطه داشتن، عضو ناتو هر دو، آمریکا این همه بعد از جنگ جهانی دوم و در طول جنگ جهانی دوم و به خصوص بعد از اون به فرانسه کمک کرد و بازسازی کرد، ولی خب رابطه‌ای که هست، یعنی یکی از حتی اون رابطه‌ای که بین انگلستان و آمریکا هست، بین بریتانیای کبیر و آمریکا هست، و در جای دیگه نمی‌بینید. و یکی از مهمترین فاکتورهای اون هم بالاخره زبان مشترک هست. و درسته که آمریکا کشور انگلوساکسونی نیست، ولی بالاخره مهاجران اولیه‌ای که آمریکا آمده بودند از به آمریکا مهاجران انگلیسی اسکاتلندی بودند که همون بریتانیای کبیر محسوب میشه. بالاخره اون رابطه‌ای که آمریکا از لحاظ فرهنگی، زبانی و سیاسی به خصوص با دولت محافظه‌کار آقای دیوید کامرون دارد،
نخواهد داشت با کشور دیگری. این فکر کنم بیشتر ادب دیپلماتیک بود که فرانسه و بریتانیا رو بیشتر تشبیه کردن به دو دخترشون ساشا و مالیا. به تشبیه بهتری بین فرانسه و بریتانیا میشه فرانسه بشه مثلا کازن درجه دوم ما و بریتانیا بشه مثلا برادر بزرگ برادر کوچک. ولی با این وجود آدم در مورد پسر خاله پسر عموش هم محبت داره و ابراز محبت داره و منافع مشترک داره. این یک نکته دومی که خدمتتون عرض کنم این هستش که بعد از این همه مدت اختلافی که بود بین آقای شراک و بوش و بعدم از مسائل شخصیتی بین آقای سرکوزی و آقای اوباما، باز دوباره سران دو کشور به این نتیجه رسیدن که متحدانی که در اروپا، هیچ متحدی اروپا بهتر از آمریکا ندارد و آمریکا هم متحدانش بهترین متحدان منطقه بین المللیش اتحادی اروپا و اسرائیل هست و به خاطر همین دوباره این میبینید که حتی برخوردهای سطحی و برخوردهای بد سطحی که بین آلمان انگلیس و بین آلمان فرانسه و امریکا بود اینها کم کم داره از بین میره یا کم کم داره کم نشانتر میشه. از اون طرف هم خب سیاستهای خارجی آمریکا هم تفاوت کرده، این هم مسئله مهمی است. ولی خب هم غرب دارد میبیند که بلوک غرب متحدی بهتری از خودش ندارد. بسیار خب، توبت از این میشه که به هر شکل دو کشوری که عضو دائم شورای امنیت هستند و نگرانی هایی که اروپا در دوره‌ای داشت به ویژه در یکی دو سال گذشته در مورد نگاه جدید آمریکا به شرق و اینکه ممکنه اروپا از اولویت آمریکا اولویت نخستش دور بشه، این سفر از این جهت به هر شکل اهمیت خاصی پیدا میکنه. آقای جدی، قبل از اینکه بحث رو با شما دنبال بکنیم میخوام که بخش کوتاهی از صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور فرانسه آقای اوباما و اولاند رو در مورد استراتژی و رویکرد مشترک اونها در قبال ایران با هم بشنویم. We're standing shoulder to shoulder on the key challenges to global security. Our unity with our P5+1 partners, backed with strong sanctions, has succeeded in halting and rolling back key parts of the Iranian nuclear program. We agree that next week's talks in Vienna will be an opportunity for Iran to show that it is serious about a comprehensive solution that assures the world that its nuclear program is for peaceful purposes only. Nous avons pu converger sur le dossier iranien, qui paraissait le plus difficile à régler, qui reste encore difficile pour un accord final. Mais déjà, ce que nous avons pu obtenir, c'est-à-dire l'arrêt du programme nucléaire iranien est le fruit de la relation entre la France et les États-Unis. آقای جدی، شنیدید صحبت‌های دو رهبر رو؟ من خیلی مختصر یک بار دیگه میگم، آقای اوباما گفت ما در چالش‌های عمده شانه به شانه همدیگر ایستادیم، اتحاد ما با شرکایمان در 5 به علاوه 1 به همراه تحریم‌های قوی ما را در متوقف کردن و به عقب راندن بخش‌هایی از برنامه هستی ایران به توفیق رساند. ما توافق داریم که مذاکرات هفته آینده در وین فرصتی برای ایران خواهد بود تا جدیت خود را نسبت به یک راه حل فراگیر که به جهان اطمینان دهد برنامه هسته‌ایش صرفاً مقاصد صلح‌آمیز دارد نشان دهد. آقای اولاند هم گفت همانند هم ما در پرونده هسته‌ای ایران مواضع مشترک داریم، مسئله چالش برانگیزی است و دستیابی به توافق نهایی چالش برانگیز خواهد بود، اما برنامه هسته‌ای ایران به تعلیق درآمده و این دقیقاً نتیجه همکاری ماست، همکاری میان فرانسه و ایالات متحده آمریکا. چه چیزی به نظر شما دو کشور رو بر سر ایران چنین به هم نزدیک کرده و آیا این اتحاد به نظر شما همچنان قوی باقی خواهد ماند؟ چه اتفاقاتی، چه نکاتی ممکنه رخ بده و خلل ایجاد بکنه در این اتفاق نظری که ما شاهد هستیم؟ من فکر میکنم که شاید یکی از فرضیه‌هایی که در ارتباط با سیاست آمریکا در ارتباط با خاورمیانه مطرح باشه این استش که در میان مدت و دراز مدت محور استراتژی خودشو تغییر بده، به این معنا که در واقع ایران رو به متحد خودش در این منطقه تبدیل بکنه، یعنی نه به معنا و به قیمت از دست دادن یا کنار گذاشتن
کشوری مانند عربستان سعودی، ولی به هر حال با توجه به اینکه تمایل نداره که خط نظامی رو در واقع تعقیب بکنه، تمام اقداماتی که در دوره‌های اخیر صورت گرفته به سمت و سوی این هستش که با حریف و یا در واقع کشوری که سخت‌ترین مناسبات رو باهاش داشته که ایران باشه، بتونه در یک شرایط جدیدی قرار بگیره. و ما اگر خاطرمون باشه می‌دونیم که مذاکرات با ایران به این دوره اخیر محدود نمیشه، بلکه حدوداً از چه بسا دو سال قبل از در واقع انتخابات اخیر به نحوی مذاکرات آغاز شده بود که توسط خود آقای خامنه‌ای در واقع هدایت می‌شد. و بنابراین آنچه که در حال حاضر انجام می‌گیره تداوم اون روندی هستش که از جانب آمریکا شروع شده بود، و بنابراین چه بسا تو این حرکت حالا ممکنه به مشکلاتی به تبع برخورد بکنه، چرا که تناسب قوا در دو طرف همیشه در حال تحول هستش در جانب آمریکا ها با توجه به کنگره و جمهوری خواهان و هم و از سوی دیگه اسرائیل و از طرف دیگه در ارتباط با ایران اصولگرایان و غیر ذالک. و بنابراین این آنچه که مورد تعقیب هست شاید این هستش که نگاه عمومی نسبت به ایران تغییر پیدا کنه. پس بنابراین دولت آمریکا نسبت به مسئله در واقع اتمی ایران حساسیت داشت، ولی این حساسیت خودشو نه بر تاکید به مداخله نظامی نسبت به ایران برخلاف آنچه که اسرائیل مطرح میکرد، بلکه دیپلماسی و مذاکرات و نشون دادن درهای مناسب اقتصادی و تکنولوژیکی با ایران هستش. ولی از سوی دیگه فرانسه تا یه حدودی تحت تاثیر هم نقطه نظرات جناح راستی از اسرائیلی ها قرار داشت، هم در ارتباط با عربستان سعودی و قطر، و اونجایی که ما میدونیم رقابتی که بین عرب ها در منطقه با دولت اسلامی ایران وجود داره، به هر حال روی مسئله هژمونی و یا سیادت در این منطقه هستش. و دولت آمریکا به لحاظ این نزدیکی حساسیتش نسبت به این بخش از به اصطلاح خاورمیانه، تمایلش این بود که به هر حال بره به سمت مسئله حل مسئله اتمی، ولی با شتاب بیشتر و با اجرای یک سیاست بسیار بسیار تند در واقع. ولی آنچه که اتفاق افتاد به نظر من درسته که یک هدف بود، و اون که در واقع محصور بکنن دولت ایران رو و از جلوگیری بکنن از رسیدن به سلاح اتمی و یا اقدامات اتمی که دولت ایران در نظر گرفته شده بود. بله. منتها با روش‌های گوناگون امروز در لحظه ما قرار گرفتیم که علارغم روش‌ها و سیاست‌های مختلف به این دستاورد مشترک رسیدن که به هر حال دولت ایران رو در مسیری قرار بدن که بیش از پیش از اون اهداف گذشته خودش در واقع دست برداره. بسیار خوب آقای خاوند، همونطور که میدونید در این کنفرانس خبری مشترک بحث‌های در مورد سفر اون گروه 116 تاجر مدیران شرکت‌های فرانسوی بود که به تهران رفتن. همین پرسش رو با رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور فرانسه در کنفرانس خبری در میان گذاشتم. پاسخ دو رهبر رو به این پرسش بشنویم و بعد من پرسشی رو در همین ارتباط با شما در میان خواهم گذاشت. Businesses may be exploring are there some possibilities to get in sooner rather than later if and when there is a actual agreement to be had, but I can tell you that they do so at their own peril right now, because we will come down on them like a ton of bricks you know, with respect to the sanctions that we control, and we expect full compliance with respect to the P5+1 during this interim. We don't want new sanctions, because the ones we have in place are already squeezing Iran and brought them to the table. But we also want to send a message to the Iranians that if they don't resolve this broader issue of their nuclear program, that there will be consequences, and that the sanctions regime not only will stay in place, but will likely be tightened in the event that these talks fail. Pour ceux qui ne connaissent pas bien la situation de la France, le président de la République n'est pas le président de l'organisation patronale en France. Et il ne prétend pas l'être. Et l'inverse aussi, je pense, est vrai. Donc les entreprises se déplacent librement.
Mais je leur ai fait savoir que le régime des sanctions demeurait en Iran. آقای خواهند شنید صحبت‌ها رو. من خیلی مختصر سریع فقط بگم، چون اینا رو ما سعی کردیم به زبان اصلی باشه و با زیرنویس که گاهی اوقات تو این ترجمه‌ها که در رسانه‌های مختلف گاهی حتی در ایران هم انعکاس پیدا می‌کنه، به دلایل مبهمی این ترجمه‌ها تغییر پیدا می‌کنه، شاید بهره‌برداری سیاسی می‌خواد ازش صورت بگیره. ولی مشخصاً رئیس جمهور آمریکا گفت شرکت‌ها احتمالاً امکاناتی رو برای ورود سریع‌تر به بازار ایران در صورت یک تحقق در صورت تحقق یک توافق واقعی جستجو می‌کنن، اما ایشون هشدار داد که مسئول خطرات اون خود اونها هستن، متوجه خود اونها خواهد بود. و واژه‌ای که خب خیلی خبرساز بود ایشون استفاده کرد، گفت در رابطه با کنترل تحریم ها اصطلاحاً چون آوار سر اونها خراب خواهیم شد. آقای اولاند هم صراحتاً گفت که تا موقعی که توافق کامل و رد این برنامه جنگ افزار اتمی صورت نگیره، هیچ گونه تحریمی برداشته نخواهد شد. چقدر آقای اولاند این هشداری که به شرکت‌های فرانسوی میده هشدار عملی است یا در واقع شعار سیاسی است به نظر شما؟ این نکته رو باید گفت که بعد از انقلاب اسلامی شرکت‌های اروپایی تا اونجایی که توانستند، حتی در بعضی موارد با پشتیبانی دولت‌هاشون، چه فرانسوی‌ها، چه آلمان‌ها و چه بقیه، جای شرکت‌های آمریکایی رو گرفتند و به خصوص فرانسوی‌ها از شرکت توتال فرانسوی در عرصه نفت و گاز گرفته تا شرکت‌های خودروسازی پژو و رنو تا داروسازی سانوفی و غیره، تا اونجایی که تونستند در ایران فعال شدند، حتی در سخت‌ترین موارد رابطه بین غرب و جمهوری اسلامی. در مورد اخیر این نکته رو باید گفت که من فکر می‌کنم آقای اولاند صداقت داره وقتی که میگه که این شرکت ها به میل خودشون به ایران رفتن و در واقع قبل از اینکه این شرکت ها به ایران برند، آقای فابیوس اینها رو، وزیر امور خارجه فرانسه لوران فابیوس، اینها رو جمع کرده بود و بهشون گفته بود که در مورد رفتنشون به ایران تا اونجایی که میدونن میتوانن این کار رو بی سر و صدا انجام بدن و وزارت اقتصاد فرانسه هم به اونها هشدار داده بود که به هر حال بانک مرکزی جمهوری اسلامی در فهرست سیاه تحریم ها قرار گرفته و تا وقتی که تحریم های بانکی و مالی حل نشوند، هیچ کاری از نظر بازرگانی امکان پذیر نیست جز در چارچوب بعضی انعطاف هایی که بر اساس موافقتنامه 24 نوامبر ژنو انجام گرفته و بالاخره این شرکت ها به ایران رفتند. ولی این نکته رو من در این زمینه واقعا معتقدم که این حرفی که آقای اولاند میزنه درسته، که میگوید من رئیس جمهوری فرانسه هستم، رئیس سازمان کارفرمایی فرانسه یعنی مدف نیستم. و این نکته دیگری هم هست که البته فرانسوی هم خیلی خیلی مایل هستند به اینکه حضورشون رو در دنیای عرب حفظ بکنن. فرانسه سیاست عربی براش خیلی مهمه. سیاست عربی فرانسه از دوران ژنرال دوگل طراحی شده و فرانسوی ها به علت حضور خیلی دیرینشون در الجزایر، تونس، مراکش و همینطور در سوریه و لبنان بعد از جنگ اول جهانی به بعد، خودشون رو یک کشور مستقر در خاورمیانه میدونن و به همین علت خیلی خیلی تلاش میکنن که در نزدیک شدن به ایران دنیای عرب رو از خودشون رنجیده نکنن، ضمن اینکه در این حال میدونن که بازار ایران هم به هر حال بازار مهمیه. تن میدن به یک نوع آکروباسی دیپلماتیک در این صحنه، ولی من باز هم تکرار میکنم که به نظر من دولت فرانسه مایل نیست که این روابطش از نظر بازرگانی و اقتصادی با ایران موجب رنجش ایالات متحده آمریکا و شخص باراک اوباما بشه، به خصوص از این نظر که آقای اولاند مثل فرانسه در این وضعیت خاص تاریخی به آمریکا احتیاج داره. برشک نکته اگه میشه خیلی مختصر اشاره بکنید که در همین توافق موقت ژنو و مواردی مثل خودروسازی ها و صنایع بخشی از صنایع هوایی اینها آمده که تحریم ها در یه سطحی لغو خواهد شد. آیا این خودش فضا رو باز نمیکنه برای اینکه بسیار از این شرکت ها انگیزه پیدا بکنن که گذشته از اینکه دارن میسنجن، حتی واقعا وارد گفتگوهای جدی بشن برای تعامل و حضور در صحنه بازار ایران، حالا بخش به ویژه خودروسازی و موارد مشابهی که صحبت شد؟
ببینین این الان نمایندگان این شرکت ها هم پژو و هم رنو در ایران هستند، به یک نوعی هم فعالیت میکنند، ولی هر نوع فعالیت واقعی و گسترده بین خودروسازان ایرانی و خودروسازان فرانسوی مستلزم این است که راه های بانکی و مالی باز باشه بین دو کشور، و تا وقتی که این عملی نشه امکان فروش به ایران رو نخواهند داشت. و یک نکته دیگه هم که خیلی نکته مهمی هست اینه که مثلا فرانسه متحد بسیار نزدیک شرکت ژاپنی نیسان هست و شرکت نیسان در آمریکا خیلی خیلی حضور داره، بنابراین رنو تلاش میکنه تا اونجایی که امکان داره وضعیتی پیش نیاد که به خاطر رابطهش با ایران ایالات متحده آمریکا مجازات هایی را علیه نیسان که متحد نزدیک رنو هست اتخاذ بکنه. بسیار خوب آقای آرامش، بخش دیگری از صحبت های دو رهبر رو با هم گوش بکنیم. در مورد همین مذاکرات هفته آینده در وین، سه‌شنبه هفته آینده صحبت میکنن آقای اوباما و آقای اولاند. I don't think the concern during the course of these negotiations is whether or not we are going to be making too many concessions. I think the concern is going to be whether or not Iran can recognize the opportunity to prove in a verifiable fashion to the world, in ways that scientists and technical experts can confirm, that any nuclear program they have is for peaceful purposes. And the facts are what will guide these negotiations. If they meet what technically gives us those assurances, then there's a deal to be potentially made. If they don't, there isn't. And it's not subject to a whole lot of interpretation. Car l'erreur serait de penser que parce qu'il y a un accord intérimaire de quelques mois, il n'y aurait plus de problème nucléaire iranien. Non. Il y a un problème puisque nous devons aboutir à ce que de manière certaine, définitive, il y ait le renoncement par l'Iran de l'arme nucléaire. آیه آرامش، صحبت‌های آقای اولاند رو شنیدیم، حتی به نظر میاد که از رئیس جمهور آمریکا هم سخت‌تر برخورد میکنه. من مختصر اشاره میکنم که آقای اوباما گفت فکر نمیکنم نگرانی در طول این مذاکرات بر سر این است که ما امتیازات زیادی بدهیم یا ندهیم، نگرانی این است که آیا ایران از این فرصت برای اثبات قابل تایید مقاصد صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای‌اش به شکلی که دانشمندان و متخصصان بتوانند تایید کنند هست یا خیر. آنچه این مذاکرات رو هدایت میکند واقعیت هاست. اگر ایرانیان به ما چنین اطمینانی را به لحاظ تکنیکی بدهند، دستیابی به توافق بالقوه ممکن است. اگر چنین نکنند، توافقی در کار نیست. چنین توافقی هم مسئله نیست که راه را برای تعبیر و تفسیرهای زیاد باز بگذارد. آقای اولاند گفت صرف این که ما یک توافق مقدماتی برای چند ماه امضا کردیم به این معنا نیست که مشکل ایران دیگر حل شد. مشکل ایران کماکان به قوت خود باقی است و برای آن لازم است اطمینان حاصل کنیم ایران به شکلی قطعی و فراگیر از برنامه جنگ افزار هسته‌ای دست بکشد. این واژه جنگ افزار هسته‌ای رو آقای اولاند بارها در صحبت‌هاش تاکید کرد. این رو حتی کمتر از رئیس جمهور آمریکا این روزها میشنویم. فکر می‌کنید که کماکان دولت فرانسه شدت عمل بیشتری داره در ارتباط با ایران نشان میده؟ اگر هست چرا؟ اگر نیست فکر می‌کنید اتفاق نظر هست؟ هر دو یک حرف رو می‌زنن؟ این از یک طرفی هم خب بالاخره تأکید بر اینکه ایران باید خواستن و دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای و جنگ افزار هسته‌ای رو از سر بیرون بکند و دستیابی به اون رو متوقف بکند، یک قسمتش گفته شده، قسمت دیگه هم نمیگم. و اون قسمتی که گفته نمیشه اون قسمتی است که ولی اگر ایران غنی‌سازی بکند، غنی‌سازی کم برای کارهای غیر نظامی، برای کاملا چیزهای غیر نظامی باشد، این رو غرب با اون مشکلی ندارد. ببینید غرب 5+1 به خصوص دولت آقای اوباما با دولت آقای بنجامین نتانیاهو در اسرائیل سر این قضیه بسیار بسیار مشکل دارن و الان اگر خودتون دیگه شما در جریان هستید تنش‌ها بسیار بالا رسیده بین دولت اسرائیل و دولت امریکا. و بحث یکی از بحث‌های اصلی این هستش که دولت اسرائیل یک به قول معروف ختم تمام و کمال برنامه هسته ایران رو میخواد، در صورتی که دولت آقای اوباما و متحدینش در پاریس و برلین و لندن ختم برنامه هسته‌ای ایران رو میخوان، که موقعی که برنامه هسته‌ای تسلیحاتی ایران رو میخوان. اینکه آقای اولاند اینقدر تاکید میکنه که برنامه تسلیحاتی غیر
قابل تحمل است برای غرب. یک معنی دیگه این هستش که یک برنامه غیر تسلیحاتی تا جایی که بشه کنترلش کرد و بر اون نظارت کرد، به خصوص مسائل ایمنیش رو رعایت کرد، برای غرب قابل تحمل است. این یک. دوم، خب بالاخره دولت آقای اوباما و کلا دولت آمریکا همیشه چه در زمان آقای اوباما چه در زمان آقای بوش پیشتاز قضیه هسته‌ای بود و فشارها همیشه از طریق آمریکا می اومد و همیشه درخواست فشار از طریق آمریکا بود. الان هم که حالا دولت فرانسه یک مقداری این درخواست های فشار و درخواست های تاکیداتی برای صلح‌آمیز بودن برنامه هسته ایران رو ایشون تکرار می کند، بالاخره نشان میداد که یک، آمریکا در این قضیه تنها نیست و دوم، بازیگران دیگری هم در این گروه پنج به اضافه یک هستند که حاضرن محکم پایین قضیه وایسن و تاکید بکنن بر اینکه ایران باید به تعهدات بین المللی خودش عمل بکنه. مسئله سوم، حالا مسئله هسته‌ای حل خواهد شد یا نشد، ولی بالاخره مسئله هسته‌ای در یک بخشی از یک پکیج خیلی بزرگتر است و اونم نقش ایران و رابطه ایران در منطقه و به عنوان یک کشوری، به عنوان یک کشور عضو جامعه بین الملل هست و این مسئله است که حالا در دراز مدت، در نزدیک مدت، در دراز مدت به خاطر تغییر منافع استراتژیک آمریکا و به خاطر تغییر منافع اتفاقاتی که داره در منطقه میفته، در منطقه خاورمیانه میفته، بله، ایران میتونه با دوباره بخشی از بازیگران بزرگ منطقه و بخشی از جامعه جهانی بشه، ولی این بیشتر برمیگرده به تصمیمات سردمداران تهران تا آنها که در واشنگتن یا پاریس نشستن. بله آقای خاوند، آقای جدی، آقای آرامش، من میخوام پرسش رو که ابتدای برنامه مطرح کردیم از هر سه شما بپرسم، وقت اندکی هم داریم، دو سه دقیقه به پایین برنامه مونده. با توجه به اون طبیعت رقابت تجاری که آقای خاوند صحبت کردیم بین آمریکا و فرانسه وجود داره و مسائلی که در طول برنامه بهش پرداختیم، آیا پرسش این هست، آیا دولت روحانی میخواهد بین آمریکا و فرانسه اختلاف ایجاد بکند؟ آیا در پی این هست که شکافی ایجاد بشه؟ اگر بخواهد آیا میتواند؟ و اگر به نظر بنده آیا میخواهند، نمیدونم. بنده آنچه که از رفتار و صحبت‌های به خصوص دیپلمات ایرانی آقای ظریف که دیگه وزیر خارجه ایران آقای ظریف میاد، بله، به نظر میاد که برشون نمیاد که یک حالت گسلی بین رابطه آمریکا و متحدین غربیش ایجاد کنند. آیا می توانند؟ به احتمال زیاد خیر. بالاخره شما حتی به مقدار دلاری تبادلات ایالات متحده و اتحادیه اروپا نگاه کنید، غیر اصلا قابل مقایسه نیست با کل اقتصاد ایران، یکم. و دوم اینکه این تبادلات فقط مسئله دلاری هم نیست، حالا اگر ایران تمام نفتش هم بیاد در اختیار کمپانی توتال قرار بدن، بالاخره این تنها متغیری نیست که سردمداران به اون نگاه میکنند. بسیار مسائل امنیتی، مسائل تاریخی، مسائل فرهنگ سیاسی و خب مسائل اقتصادی بسیار مهم است. بعید میدونم که یک همچین اختلاف بزرگی بشه ایجاد بکنند. آقای خاوند، من فکر میکنم که دولت ایران میتونه از اختلاف نظر بین شرکت ها، هم شرکت های بین خود آمریکایی ها یا بین آمریکایی ها و فرانسوی ها یا بین فرانسوی ها و آلمان ها استفاده بکنه، ولی این که بخواد دیپلماسی خودش رو بر بهره برداری از اختلاف نظر بین مثلا فرانسه و آمریکا مبتنی بکنه، به نظر من این کار درست نیست و این امکان رو داره که دیپلماسی ایران رو به راه خطا ببره. آقای دکتر جدی. بله، منم فکر میکنم در واقع یادمون باشه که رقابتی که امروز بین شرکت‌های غربی، یعنی آمریکایی و فرانسوی هستش، یک رقابت بسیار بسیار داغ هستش و بنابر گفته میگویند که آمریکایی‌ها در واقع برنده این ماجرا خواهند بود و فرانسوی‌ها در واقع ته سفره بهشون خواهد رسید. ولی به هر حال این مبارزه بازه، ولی اینکه ایران بتونه در این زمینه مداخله بکنه و بتونه تاثیرگذار باشه، میتونه فقط در ایجاد به اصطلاح تسهیلات بیشتر به فرض برای آمریکایی‌ها نقش ایفا بکنه، ولی اون جنبه اساسی اتحاد بین آمریکا و فرانسه رو نمیتونه به هم بزنه. و نکته آخر هم این که یک برگی در دست جمهوری اسلامی وجود داره و اون هم مسئله روس‌ها هستش، چه بسا از طریق در واقع امتیاز دادن‌های به روسیه بخواد فشاری بیاره روی جبهه غرب. ولی به هر حال آنچه که براش مهم هستش اینه که
این به سامان برسه، این وضعیت کنونی به سراغ مذاکرات، به خاطر اینکه در شرایطی که درش قرار داره شرایط بسیار بسیار تنگی هستش و دولت ایران نمیتونه در واقع بی تفاوت و بی نظر نسبت به آنچه که امروز گرفتاری‌های اقتصادی و مالی ایران وجود درش قرار داره نسبت به اونها بی تفاوت بمونه. بنابراین تمام نیروشو میگذاره که علارغم اختلافاتی در جبهه غرب بتونه به سرانجام برسونه و به سیستم خودش رو تا یه حدودی سامان بده. سپاسگزارم از شما آقای جلال ایجادی، آقای دکتر فریدون خاوند و آقای دکتر آرش آرامش. از هر سه شما سپاسگزارم برای شرکتون در این برنامه افق. فیسبوک و گوگل پلاس برنامه رو فراموش نکنید. موضوع برنامه دوشنبه افق، رهبر جمهوری اسلامی، بخشی از مشکل یا راه حل. مهمانها جواد خادم و علیرضا نامور حقیقی هستند. مهمان دیگری هم در برنامه خواهیم داشت. افق 8 تا 9 شب ایران.